خب گر نبودی در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت. از ادب دارم خدمت شما، خدمت میهن گرامی همه ما ایران. آقای امیر درخشان برنامه رو هدایت بکنه. عزیز سیمان سپاسگزارم. الان چند هفته است که گفتگوهایی داری با دکتر اسماعیل نوری‌الا درباره گذشته، سیر تطور شعر و ادب در دوران قبل از انقلاب، به سینما رسیدیم و بعد این تحولات درونی که در بسیاری از روشنفکران ما در یک دوره پدید آمد، از جمله دکتر اسماعیل نوری‌الا که گرایشات مذهبی پیدا میکنه، سعی میکنه شناخت بیشتری نسبت به مذهب پیدا بکنه و بعد هم بالاخره تصمیم میگیره که حتی به سفر حج بره، مدینه، مکه، بعد مناسک حج رو به جا میاره. در ذهن بسیار کنجکاوه که مناسبات و روابط حجاج رو، زائران رو که از سراسر جهان آمدن، تعدادشون 2 میلیون نفره، خب وارسی و بررسی بکنه. در واقع اونها رو میذاره زیر ذره بین، دلش بخواد شناخت بیشتری پیدا بکنه از حال احوال اونها، و اینکه میرسه بالاخره به مراسم قربان و قربانگاه. اینجاست که دکتر نوری‌الا برای ما تعریف روایت کرد که دچار دیگرگونی درون شد و به نظر میرسه که حتی خشم بر او غالب آمد. درود بر شما دکتر نوری‌الا عزیز. سلام میکنم خدمت شما، امیر درخشان گرامی و بینندگان برنامه. حال شما خوبه؟ به مرحمتتون. خب خسته نباشید دکتر نوری‌الا. ما رو بردید به تا قربانگاه، فکر میکنم درست گفتم، اشارت دوران درست بود؟ بله بله. خطی که کش بسیار خوب دیگه، ما بقیش به عهده شماست. برای ما باید بس بفرمایید که دچار چه حالتی شدی. بله، عرض کنم که خب به هر حال مراسم حج خدمتتون عرض کردم که پس از این که به صحرای سوم، یعنی صحرا یا وادی منا میرسیم، در اونجا یک سری آداب و آیینی هستش که از زدن سنگ به شیطانهای سگانه و بعد هم تراشیدن مو یا تقصیر و بالاخره قربانی کردن می انجامد و بعد حاجی ها بر می گردن به خانه خدا و طواف هفتگانه رو به جا میارن، سعی بین صفا و مروه رو به جا میارن و عرض کنم که بعد هم شیعیان میروند در مقام ابراهیم، 2 رکعت نماز نساء میخوانند برای اینکه زنشون بهشون حلال بشه و بعد هم عرض کنم که از احرام میان بیرون و میشن حاج آقای رسمی یا حاج خانم رسمی. عرض کنم حضورتون که من داشتم این رو خدمتتون میگفتم که به عنوان یک دانشجوی علوم اجتماعی، یعنی من در ایران که بودم در سالهای پیش از این که عرض کنم که گرایشات مذهبی پیدا کنم، خب دانشجوی علوم اجتماعی بودم، دانشجوی همین آقای احسان نراقی بودم، دکتر بهنام بودم، عرض کنم که دکتر راسخ، دکتر صدیقی، اینا استادای ما بودن و خب یک سری عرض کنم که فرمول های جامعه شناسی رو از اونها آموخته بودیم. من خودم تز فوق لیسانسم رو در مورد عرض کنم که افکار عمومی نوشته بودم، یعنی جامعه شناسی افکار عمومی، که استاد عرض کنم من هم دکتر صدیقی بودند که گفتن من برای نخستین بار در زندگیم یک 20 به شاگرد دادم، اونم به توه، برای اینکه تو به مسئله مهمی اشاره کردی. به حال برای من قرازم اینه که من خیلی به جمعیت و افکار عمومی توجه داشتم و اینکه چگونه این افکار عمومی شکل میگیره و چگونه دیگران میتوانند این افکار عمومی رو دستکاری کنند و به قول فرنگی ها منیپولیت بکنند، یعنی با دست تغییرش بدن. باری در مدینه که بودیم، من متوجه جامعه شناسی تاریخ سیاسی اسلام شدم، یعنی اصلا مدینه برای من یک موزه‌ای بود که می دیدم که در هر گوشش یک اتفاق تاریخی می افته. اما در تجربه رفتن به مکه و طی این
چی میگم وادی های گوناگون از مذهبی متوجه یک نکته دیگه ای شدم که فکر میکنم بسیار اصولا برای یک شاگرد علوم اجتماعی یا جامعه شناسی بسیار اهمیت داره و اون آن است که یعنی نقش آنچه که ما بهش میگیم ریچوال یا آیین‌ها و مراسم در ایجاد پیوندهای اجتماعی، یعنی اینکه شما هر چقدر که برگردید در طول تاریخ نگاه بکنید میبینید جماعات آدمی به وسیله یک سری تشریفات، یک سری آداب، یک سری مناسک با همدیگه جوش میخورن و به هم پیوند میخورن و همهویت میشوند. و من این رو در طی این مراسم عرض کنم که حاجی شدن عرض کنم یا حج به رأی العین دیدم که چگونه کسانی که خودشون رو مسلمان میدانند از طریق طی این مراحل و عرض کنم اجرای این مناسک به هم پیوند میخورند و شکل پیدا میکنند. و بعد این من رو خب البته برگردوندش به همه فکرهایی که در گذشته هم پیش آمده بود. من یادمه که در سال 1341 بود که ما تازه کار نویسندگی و شاعری رو آغاز کرده بودیم، دیگه جوان بودیم و حرفا، و خیلی علاقمند بودیم پای صحبت‌های آقای یدالله رویایی بنشینیم. او شاعری بودش که خب با زبان فرانسه آشنا بود و شعر فرانسه میخوند و اینها و با نقد ادبی هم آشنایی داشت و شبها که دور هم میشستیم او مشهور بود، یعنی از جانب روشنفکران چپ او محکوم بود به اینکه فرمالیسته و به فرم بیشتر از محتوا اهمیت میده. و رویایی توضیح میداد به ما که عرض کنم که این فرم اصل کار اجتماعی، اصل هنر، اصل هر عمل اجتماعی در فرماسیون هست نه در محتوا. محتوا مثل یک دانه عرض کنم که درخت میمونه که شما اینو در خاک میکارید و این درخت میروید و میآید بالا و تمامش فرم و شکله. یادمه که یکی از توضیحاتی که میداد میگفت مثلا مسئله مرگ رو شما نگاه کنید، فکر کنید که یک بابایی میمیره، خب میشه رفت به دوستانش گفتش که فلانی مرد، اونا میگن خدا بیامرزش و تموم میشه میره. اما شما میایید یک آداب و ترتیبی درست میکنید، یک مسجدی رو میگیرید، نمیدونم سیاه میپوشید، خرما توزیع میکنید، نمیدونم بعد یه قاری میاد قرآن میخونه، یه خطیب میاد صحبت میکنه و در طی این مراسم و مناسک هستش که این ابهت یا این فقدان رو عرض کنم که شکل بهش میدید و به بازماندگان اون رفته یا دوستان اون رفته حالی میکنید که چه اتفاقی افتاده است. بنابراین فرم بسیار مهم است. این از لحاظ ادبی تو کله من بود و از لحاظ عرض کنم که جامعه شناسی هم خب ما تو درس های جامعه شناسی به خصوص در بخش مردم شناسیش اگر که آدم دقت بکنه به خصوص نوشته کسانی که میروند به قبایل عقب افتاده مثلا تروبریان در استرالیا و اینها نشون میدن که چگونه این مناسک و عرض کنم که آیین‌ها هستش که باعث مثلا اون رقص هایی که میکنند به دور آتش، نمیدونم حتی مراسم ختنه کردن و غیره، اینها همه برای اینه که اون مفاهیمی رو که در ذهن دارن جا بیندازن. ولی به هر حال حرفش قانع کننده بود برای شما؟ بله، نظریه یدالله رویایی قانع کننده بود برای شما؟ یعنی پسندیدید؟ بله رویایی بلا تردید استاد نسل ما بود. ما در اواخر دهه 40 و هنگامی که عرض کنم که چیز به وجود آمد، کانون نویسندگان به وجود آمد، با هم اختلاف سیاسی پیدا کردیم ولی از نظر ادبی به هر حال برای من یکی بعد از نیما یوشیج یدالله رویایی مهمترین معلمی بودش که
در زندگیم دیدم. از کنم که به هر حال میخواستم اینو بگم که منهای این دوتا درسی که از لحاظ جامعه شناسی عملی میشود گفت من در رفتن به مدینه و به مکه یاد گرفتم، در این حال خب اون سه روزی که در وادی عرفات و مشعر و منا بودیم و به خصوص عرفات و مشعر که یکی در واقع معرفت گزینی و یکی هم شعور پیدا کردم بود، بی اختیار در تمام این مدت این جمعیت رو که نگاه میکردم میفهمیدم که بزرگان عرفان ایرانی چه تجربه ای رو در این زمینه کردند که وقتی مثلا مولانا میگه ای قوم به حج رفته کجایید کجایید و بعد میگوید که مکه همین جاست بیایید، یا فلان عارف در کتاب عرض کنم که تذکرت الاولیا به حاجیه میگه که میخوای بری پولتو اونجا چرا خرج کنی، بیا دو هفت دور دور من به چرخ و عرض کنم که حاجی شو. و اون چی که مجموعاً در فرهنگ عرفانی ما گفتند حج عرض کنم که معنوی یعنی میگویند که یک حج ظاهری داریم یک حج معنوی، و معنای این حج معنوی و تلاشی که روشنفکران عارف ما در طول تاریخ کرده بودند برای اینکه نشان بدهند که تمام این حرفا برای این استش که تو به خودت واقف بشی، به اینکه چقدر زیاده خواهی، چقدر شهوت پرستی، چقدر ثروت خواه هستی، چقدر قدرت طلبی، و بعد بر اینها دهانه بزنی و بتوانی هم نوعان خودت رو عرض کنم با دیده عشق نگاه بکنی و اینها، همه این مسائل هم عرض کنم که در این سفر با من بود. به طوری که وقتی که من روبروی خانه خدا به اصطلاح ایستادم و عرض کنم که میخواستم که دیگه از احرام بیام بیرون، احساس کردم که این احرامی رو که از خودم باز میکنم در واقع تمام این تشریفاتی است که جانشین معانی شده اند. یعنی اینکه پی بردم به اینکه همونطور که رویایی میگفت و معلمین جامعه شناسی ما میگفتند تشریفات بسیار مهمه، اما در این حال میتواند جانشین خود معنا هم بشه. اصلا طرف مرده یادش رفته، ما میریم تو مجلس ختم به تنها چیزی که فکر میکنیم اون درگذشته است و اسیر این تشریفات میشیم. این کل این تشریفات که در واقع به نظر من باز در حوزه عرفان به ظاهر و باطن تشبیه میشه و این آنچه که ظاهری است فرو میریزه، من هم به خودم یادم یه شعری گفته بودم که به دور ریختم این جان کهنه این دل پیر. یعنی دچار ریزش شدید ها؟ بله، دچار یه نوع ریزش شدید، ریزش از درون. 100% من خودم احساس میکردم که تا به حال یک مثلا گرد و خاکی جلوی چشم من رو گرفته و رفته 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 در این سفر این خاک ها فرو نشست و من میتونم واقعیت زندگی رو به روشنی و وضوح ببینم. و یعنی درست نقطه مقابل نتیجه‌ای که مثلا آل احمد رسیده بود بعد از پایان این سفر. بله، آل احمد چون اصلا قضیه براش مسئله درک واقعیت مطرح نبود، اون یه آدم ماجراجویی بود و رفته بود اونجا و نگاه میکردش که چگونه میشود این کنفرانس بزرگ اسلامی رو دستکاری کرد و طوری کردش که مثلا در مقابل غرب بیسته. بله بله، چون اون اصلا با نیت پیشا پیشی رفته بود به این سفر، بنابراین اصلا این مراحل یه تیکه هایی عرض کنم که توی کتاب خسی در میقاتش هستش که یک مرتبه دوچار یه تحولی میشه که حتی میگه که گریستم و گریختم، یعنی که از اون چی که بر اون مستولی شده بود به جای این که به استقبال بشه بره با آغوش باز، فرار میکنه، جا خالی میده، اسیر این مسئله بشه. خسی در میقات رو در این زمینه اگر که آدم بخونه کاملا این قضیه روشن است که یه قطع و وصلی کاملا وجود داره،
یکی این که برگرده به اون عالم معانی و اینکه آقا این حرکاتی که اینا دارن میکنن هیچ ربطی به اون معنا نداره. دقیقا به نظر من شاهکار این ماجرا رو مولانا در کتاب در شعر موسی و شبان خودش میگه که شبان خدایی برای خودش داره و با او داره راز و نیاز میکنه تو کجایی تا برو هم نه پایرگت فلانی حرفا و موسی میاد جلو میگه آی مسلمان ناشده کافر شدی و این چجور حرف زدنیه با خداست توی حرفا و بعد الهام میاید که آی موسی این چه حرفی بود که تو زدی، تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. و بعد موسی برمیگرده به شبان میگوید که هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. این آداب و ترتیب در واقع همون فرماسیون و همون تشریفاتی بودش که از دلش استفاده کنندش آخونده. آخوند کارش اینه. من یادمه که در همین سفر مکه یه ماجرایی بین من و میدونید که هر کاروانی یه آخوندی داشت و یک ماجرای بین من و آخوند این کاروان پیش آمد که شربتغلی؟ بله شربتغلی؟ بله کاروان شربتغلی یه آخوندی داشت. آها بله. که آخوندی بودش که اتفاقا ترک زبانم بود و لهجه غلیظ ترکی داشت. یکی از بله برونهای آخوندها در ایام حج وقتی که ما نزدیک میشیم به پایان حج و شیعه ها موظف هستند که برند اون دو رکعت نماز نساء رو بخونند تا اینکه آنچه که بر اونها حرام شده از جمله همسرانشون بر اونها حلال بشه. از مدتها قبل آخوندهای کاروان زمزمه را آغاز میکنن که اگر که شما این نماز نساء فراموشتون بشه یا اینکه این نماز رو با قرائت درستی انجام ندید شما در احرام باقی میمونید و همه چیز بر شما حرام میشه، حتی زنتون. بله حتی همسرتون. بله بله. و دفعه پیش عرض کردم که یک بار حاجیای ایرانی از اصفهان رفتن به حج و وقتی برگشتن معلوم شدش که یادشون رفته نماز نساء رو بخونن، در نتیجه اونها رو به اصفهان زمان از کنم صفوی راه ندادن، بیرون اصفهان چادر زدن، اینا یک سال اونجا موندند تا زمان حج شد و اینا برگشتن رفتن مکه اون دو رکعت نماز رو خوندن که همسرانشون بر اونها حلال بشه. به اینقدر آخوند به این مسئله اهمیت میده. یادم شبی بود تو هتل نشسته بودیم و این آخونده داشتش برای این خانوم‌ها به خصوص خانوم‌های کاروان و بقیه داشت شرح مبسوطی میداد از اهمیت این نماز نساء و اینکه اگر قرائت شما غلط باشه قل هو الله فلان نگید کار تمومه و همه این چیزا بر شما حرامه و اینا همه از ترس به خودشون میلرزیدن که مبادا از این چه میدونم پل صراط رشن و از اون بر بیچارشن. در نتیجه پیشنهاد اون این بودش که شما برین دو رکعت نماز خودتون رو بخونین اما یه پولی هم به من بدین منم به نیابت شما اون نماز رو بخونم و پول این کفتی هم میتونست هر آخوند کاروانی جمع بکنه. در اونجا وقتی که ایشون داشتش صحبت میکرد راجع به این که قرائت باید درست باشه من بهش گفتم که حاج آقا من عرضی داشتم. گفت بفرمایید. گفتم که شما که اهل آذربایجان هستید و لهجه ترکی دارید چگونه قرائتتون رو اونگونه درست میکنید که عرض کنم که از طرف بقیه به نیابت اونها هم بریم نماز بخونید. گفتش که این چه حرفیه، خب من روحانی هستم و آشنا باقا. گفتم شما اجازه بدید یه دونه از این دربونای این هتل ما صدا کنیم بیاد بالا بگیم آقا قل هو الله رو بخون یه بارم شما بخونید ما اینا رو با هم مقایسه کنیم ببینیم که قل هو الله که این عربه میخونه و احتمالاً پیغمبرم اونجوری میخون با اون چیزی که شما میخونید میخونه یا نه. که این دیوانه شد نزدیک بود که حکم تکفیر منو صادر بکنه. و جالب این بودش که وقتی که از مکه برمیگشتیم و برای اولین بار جمبوجت هواپیمایی ایرانر کرایه کرده بود
فکر میکنم از پان امریکن جایی و این چیز شربت اغلی رو، کاروان شربت اغلی رو با جنب و جت برمیگردونه. اولین بار بود بنده سوار جنب و جت شده بودم. همه ما از این که این هواپیما عجیب غریب دو طبقه، نم بالاش اینجور پایینش اینجور سنجه، همه ما در حیرت بودیم. این حیرت ما این آقای روحانی ما رو عصبانی کرد و رفت میکروفون رو از دست این عرض کنم که مهماندار هواپیما گرفت و گفت شماها خجالت نمیکشید، از خانه خدا برگشته اید و حالا به خاطر این چهار تا پیچ و مهره‌ای که آدم سر هم کرده حیرت میکنید و این حرفا. همینطور که داشت این حرفا رو میزد و ما رو سرزنش میکرد از حیرت در مقابل این اختراع بشری، یک مرتبه هواپیما افتاد تو چاه هوایی و اینم چون ایستاده بود این میکروفون دستش در رفت و به سرعت خودشو به یک گوشه نشوند و چون باطمه زده بود و همتون دعا میخوندش که چی بشه. و حال ما اینجوری برگشتیم آمدیم به تهران و یادمی که خب ریش و سر و این حرفا رو همه رو تراشیده بودیم و دو روز بعد از این که وارد تهران شدم هم باید میرفتم به کلاس درس دانشکده و هنرهای زیبا که تاریخ فرهنگ ایران رو اون موقع تدریس میکردم و به خصوص یکی از کارهایی که کرده بودم این بودش که در ابتدای سال یکی از غزلیات حافظ رو به شاگردان داده بودم و گفته بودم که ما در تمام این سال فقط روی این غزل کار میکنیم و اینکه حافظ تو این غزل چی داره میگه. و در پایان سالم تنها امتحانی که من از شما میکنم اینه که هر کدومتون یک مقاله درباره همین غزل بنویسید تا من بدونم که از درسهای من چی فهمیده اید. که من وارد کلاس که شدم بچه ها شنیده بودن من رفتم حج، ولی وقتی هیبت بنده رو دیدن یک مرتبه دستشم یک صلوات بلندی و من هم اونجا یه گزارشی از این سفر حجی که کرده بودم دادم و بعد رجوعشون دادم به اون غزل حافظ که گفتم که من این آنچه را که حافظ در این غزل میگه من در این سفر تجربه کردم. به هر حال این سال 52 بود. ببینم آقای دکتر ریال، آل احمد که برگشت خب گزارش سفر رو داد، پیشینیان هم مثل ناصر خسرو وقتی برگشت گزارش سفر افسلان، شما ولی وقتی برگشتید گزارشی ندادید از این سفر و از این مجموعه الان آگاهی هایی که در زمینه تجربه خودتون به ما دادید. چرا سکوت کردید بعدش؟ عرض کنم حتی من در مقاله هم ندیدم شما اشاره کرده باشید. نه خیر، من اولین باری که دارم این مطالب چرا عرض میکنم. نگران بودید؟ نه خیر، نه به هیچ وجه. من فقط هنوز در این بودم که اصلا چه اتفاقی برای من افتاده. مدت ها طول کشید، شاید 2 سال طول کشید تا من تصمیم بگیرم که بالاخره این تجربه ها با من چه کرده و از من چی ساخته. در نتیجه شتابی نداشتم از چیزی که هنوز بلا تکلیف بودم گزارشی بدم. خب یه دوستانی دارید که من میدونم خب در اون زمان اونا هشت و نشتی داشتی خیلی به شما نزدیک بودن، میخوام ببینم اونا چی میگفتن وقتی شنیدن میخواد برید بعد مثل سپانلو، مثل بیزایی، بقیه. میخوام ببینم مثلا شاملو خبردار شد که شما میخواد به مکه برید، اگه شد واکنشش چی بود؟ ببینید من از سال 50 که کانون نویسندگان دیگه تعطیل شد و بسته شد دیگه با اکثر دوستانم ارتباطی نداشتم. چرا؟ به خاطر اینکه خب من رفته بودم توی عالم دیگه، عالم دیگه. و با یه عده جدیدی هشت رو نشت میکردم و دیگه همفکری نداشتیم که با دوستان دیگرم صحبت کنم. خانقا هم میرفتید ها؟ بله؟ خانقا هم زاویه نشین هم شده بودید ها؟ زاویه نشین ده، ولی اونو کنجکاوی من به چندین خانقاه سر میزدم، به مساجد میرفتم، به حوزه های علمیه میرفتم، میخواستم این دنیا رو کشف بکنم ببینم این دنیا چیه که همینطور آمده با ما و بخشی از هویت ما رو تعیین کرده و حالا روشنفکران ما میگن اصل هویت ما اینه. اینه البته شما تنها نبود، اون دوره خیلی ها بودن این مسیرها رو رفتن، یعنی همه سعی کردن. من یادمه که
یک خانم نویسنده‌ای که نمیخوام اسمشو بیارم، خیلی نویسنده خوب و مشهوری بود و زن یک روشنفکری هم بود، این با ما در سازمان برنامه همکار بود و بعد خیلی آرزو داشت که بچه دار بشه و بچه دار نمیشد. بعد یک روز به من گفتش که، چون میدونستش که مثلا منم رفتم تو عالم مذهب و اینها، یک روز به من گفتش که به من گفتن که من اگر برم پیش فلان پیر خانقاه و مرید او بشم، او عرض کنم که مثلا ذکری به من میده که اگر اون ذکر رو بخوانم من حامله خواهم شد، و رفته بود و این کار کرده بود. و میخوام بگم که در این سطح از قضیه، من حتی یادمه که در همون سال 56 بودش، اواخر 56 بود، من سفری کرده بودم به تهران، رفته بودم به یکی از این خانقاهایی که توی خیابون، عرض کنم که ایران، خیابون ایران اون طرف ها، اسمشون هم یادم رفت، آب منگول منگولی حرفا، یه خانقاهی اونجا بودش، من دیدم که با اون پیرش من آشنا بودم و نشسته بودم اونجا، دیدم شخصی از دربار آمده است و میگوید که اعلی حضرت گفتند که یک دعایی برای رفع سرطان بنویسید که ایشون به بازوی خودش ببنده. میخوام بگم که ریشه قضیه تا کجا رفته بود توی ماجرا. به هر حال من فکر کردم که حالا که متوجه معنای حج معنوی شده ام، بیایم و مطالعاتم رو بگذارم بیشتر روی همین مسئله عرفان ایرانی. آها. و برم این متون مختلف رو مطالعه کنم غیره، و در این حال یک سفر عارفانه‌ای هم بکنم. به احساس پوچی نرسیده بودید؟ بله، به احساس پوچی نرسیده بودید. من اساسا مزاج من به پوچی عادت نداره. عادت داره، یعنی من میتونم معنای زندگی رو عوض شده ببینم. ولی به پوچیش، برای که خب کل هستی در این حال اگر از دید معنا بگیریم خب پوچه. درست. ما هم مثل همین سگ و گربه به دنیا میاییم و میمیریم. ولی این قدرت آگاهی و عرض کنم که حالا روح و روان و نمیدونم همه یه حرفایی که در انسان گذاشته شده و انسان رو تبدیل کرده به چشمی که جهان رو میخواد تماشا بکنه، این ناگزیر سیمپیچ مغزش طوری سیمپیچی شده که باید همیشه یه جوابی برای این که من کیستم، چرا اینجا آمدم، کجا میخوام برم بده. این تمام پرسش هایی که از کجا آمده ام و به کجا میخوام برم، اینا همیشه با انسان بوده و یه جوری جواب میداده. و ذهن من هرگز من متوجه، یعنی من رو هول نمیداد به طرف اینکه برم در عوالم پوچی. من یادم جوانی میگفتن هر کی نه هم بوفکور صادقه داد بخونه خودکشی میکنه. یادمه که حسین قلی مستعان و اینا خیلی این مسائل رو تو اون مجله تهران مصور مطرح میکردن، ولی من مثلا رفته بودم این بوفکور رو میخوندم، هرچی بخوندم که چرا من باید بعد از این باید خودکشی احساس کنم. تو همیشه رو داشته باشید، همیانا رو دنبال میکنیم گفتگوی جالب آقای دکتر اسماعیل نوریالا رو، و ممنون که برای نخستین بار خاطراتی رو میگن که قبلا با اینکه دست به قلم داشتن همیشه درباره اون سکوت کرده بودن. دکتر نوریالا، تا دیداری دیگر، موافقی؟ این ادامه گفتگو. تشکر. قربان. تشکر.